در اوج تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، لوی دلستیز این کشور به کابل رسید. هدف از سفر این مقام بلندپایه پاکستان، همکاری‌های دو جانبه در کار مبارزه با حرس افغانی، گفتگو درباره مشکلات میان مرزی گفته شده است. رئیس جمهور غنی با لوی دلستیز ارتش پاکستان و هیئت همراهش امروز در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار هر دو جانب روی همکاری‌های دو جانبه و مناسبات افغانستان و پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم، تأمین صلح، تجارت و ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند. اما پهلوی دیگر این سفر گفتگو درباره تبادله رهبران زندانی طالب گفته شده. بر بنیاد گزارش ها مشاور شورای امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه پاکستان در نیویورک در ماه سپتامبر درباره تبادله 5 زندانی طالبان در پاکستان گفتگو کردند. اما هنوز چگونگی این تبادله روشن نیست و حکومت افغانستان در این باره چیزی نگفته است. پاکستان کشور دوست افغانستان است. خوبی است که از حمایت توریستا دست بردار شود و با افغانستان دوستی کنند. آمدنش او وقت مفید است که هر وعده را که نمی‌سپاره به او وفا کنند. اما آیا این تبادله به سود افغانستان است؟ برخی از کارشناسان میگویند که در این تبادله پاکستان سود بیشتر خواهد برد. وقتی که ما تبادله بندی ها را بحث میکنیم باید مسائل حقوقی را در نظر بگیریم. پاکستان هیچ بندی افغان نداره که در جنگ علیه پاکستان کسی را اسیر گرفته باشه. مگر ما که کسایی را داریم و امرای ما جنگ کرده. ما اسیرای جنگی را داریم و اسیرای عادی افغان را دارن. به نام طالب کسی را که گرفته به طور مثال ملا برادر کسی بود که صلح میکرد با حکومت افغانستان. هرگاه نامی از پاکستان به شهروندان کابل گفته شود، اعتماد این کشور نیز زیر پرسش قرار میگیرد. آمدن لوی دلستیز پاکستان یا ستاد ارتشان یعنی ما فال نیک میگیریم، اما از گذشته های دید و وادید ها صورت گرفته اما نتیجه در قبال نداشته. بیان مشکلاتی که با این دو کشور است اینا را حل کنند و دیگه به تعهدات خود عمل کنند. این نخستین سفر لوی دلستیز پاکستان به افغانستان است. باورها بر این هستند که بهبود روابط هر دو کشور برای تأمین صلح و ثبات در منطقه بسیار اثرگذار است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.